روستای گیلیارد زادگاه و موطنه یکی از شخصیت‌های مذهبی و انقلابی تاریخ معاصر ایران یعنی مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی می باشد که خود از خانواده مذهبی بوده و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مؤثر و فعالی داشته است. وجود زادگاه و منزل این مجاهد نستوه در روستای گیلیارد موجب توجه مردم ایران و عزیمت آنان به آنجا شده و این امر موجب رونق و آبادانی روستا شده است. برای اولین بار بود که برحال قصد کرده بودیم بیاییم حتما نزدیک ببینیم منزله ایشون رو، برحال شنده بودیم سادگیش رو، ولی واقعا به عینه دیدم. مهمترین اثر فرهنگی تاریخی روستای گیلیارد منزل مسکونی آیت الله طالقانی است. سه اتاق غربی محل زندگی حضرت آیت الله طالقانی و پدرشان بوده. فضای دنج و آرام با چشم‌اندازهای بسیار زیبا و رویایی، با دیوارهای قطور گلین، فضایی برای خلوت، آسایش، عبادت و تفکر خلق شده است. تفسیر قرآن در همین اتاق نوشته شد و فکر رهایی از استبداد در همین اتاق شکل گرفته است. این منزل دارای دو حیات است، حیات مرکزی و حیات شمالی که در از سمت جنوب وارد میشه. مسئله به کار رفته با گل و خش ساخته شده اندودها و سقف‌ها در قدیم به صورت تیرهای چوبی بوده که اخیراً جهت حفاظت اون از ایرانیت استفاده شده. پنجره‌ها و درهایی که وجود داره کاملاً سنتی و تاریخی است. مردی که حضرت امام خمینی رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران او را ابوذر زمان نامید و زبانش را همچون شمشیر مالکش در توصیف کرد. من داشتم برف پارو می‌کردم، دیدم یه ماشین آمد بالا، رفتم میدانگاهی ببینم کیه، رفتم دیدم آقا، گفت برای اون مسجد من رو براه کن یه نماز بخونیم تن کش. بعد آقا حرکت کرد آمد اوانک که رسید، اوانک جلوی او رو گرفتن و نگذاشتن اون شب بره. با استبداد خانمانسوز نزدیک نیم صد جنگی، از حبسی به حبسی، از تبعیدی به تبعیدی، دیگر امید نداشت که از حبس 10 ساله آخر بیرون بیاید. میگفت صلیبی ها که آمدند و حال مرا در زندان دیدند و مدت محکومیت را شنیدند، به طعنه به زندانبان گفتند که خب یک بار ایشان را حبس ابد میدادید. مرحوم آیت الله طالقانی کسی بود که در دفاع از انقلاب اسلام در مقابل حکومت پهلوی خیلی قوی و قدرتمند ایستاد. دلیلش هم مکرر زندانی شدن ایشان بود که سالهای فراوانی روی شد در زندان به سر برد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادقانه و برادرانه در کنار امام راحل به دفاع از انقلاب و پیشبرد اهداف آن پرداخت و مسئولیت‌های رئیس شورای انقلاب اسلامی، امامت نماز جمعه تهران و نمایندگی اول مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی را پذیرفته و عاقبت در 19 شهریور سال 1358 دیدار حق را لبیک گفته و به ملکوت اعلی پیوست. یاد و نامش گرامی باد.